گفتگو میکنم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا در ایالات متحده آمریکا. عرض ادب میکنم به شما جناب سمیعی. اول میخوام که یه اتفاق تاریخی و بی‌نظیر دیگه در آمریکا، در ایالات متحده سابقه نداشته چنین چیزی. نظر شخصی خودتون رو در مورد این رأی میخواستم بدونم. با عرض ادب خدمت شما جناب مهندس عزیز و مردم عزیز ایران. ببینید، به نظر من این یک واقعی است که از جانب تاریخ اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم بسیار شگفت انگیزه و بسیار شگفت آوره، برای اینکه هیچ زمانی ما سابقه نداشته و نداشتیم که یک رئیس جمهور یا رئیس جمهور پیشین امریکا در دادگاهی کیفری محکوم بشه، اون هم به این تعداد محکومیت ها. اما اون چه که مسلم هست این هست که آقای ترامپ این موقعیت رو داره که درخواست دادگاه فرجام بکنه و قطعا این کار رو خواهد کرد و به نظر من این یک مسئله خواهد بود که حداقل فرای انتخابات امریکا خواهد رفت و مردم امریکا رو درگیر این خواهد کرد که آیا علاقه دارید یک فردی که حالا چه خوب چه بد، چه ما موافق باشیم چه مخالف باشیم، از نظر 12 نفر هیئت منصفه‌ای که از بین مردم همون منطقه‌ای که ایشون بوده انتخاب شدن محکوم شناخته شده، آیا شما حاضرید که به یک همچین فردی اعتماد بکنید و زمام امور مملکت رو به دست ایشون بدید، یا اینکه می‌خواهید که نظریه دیگری رو پیش ببرید؟ این رو هم بنده عرض بکنم، در روز 21 تیر ماه وقتی که نتیجه اصلی دادگاه و جرم آقای ترامپ اعلام بشه به ایشون و میزان محکومیتشون، اون موقع هست که ما خواهیم دید که آیا ایشون اجازه سفر کردن از نیویورک رو خواهد داشت یا نه. اگر قاضی ایشون رو محکوم بکنه که باید به حبس خانگی سپری بکنه، بعد ایشون برای کارزار انتخاباتیش بسیار دچار مشکل خواهد شد. آقای سمیعی، اتفاقا میخواستم سوال بعدی رو در مورد همین انتخابات بگم. به هر حال واکنش های خیلی زیادی در سطح ایالات متحده تو همین ساعات گذشته داشته، چه کارزار انتخاباتی آقای بایدن واکنش، چه طرفداران دونالد ترامپ و جمهوری خواهان واکنش داشتن. چقدر این رأی، این در حقیقت این نظر در حقیقت اعضای هیئت منصفه، فکر میکنید که میتونه در سرنوشت انتخابات تاثیرگذار باشه؟ اگر اجازه بفرمایید یه قدم برگردیم به عقب. اونهایی که طرفدار آقای ترامپ هستن مسلماً اونها به ایشون رأی خواهند داد بلا شک. اونهایی هم که مخالف آقای ترامپ هستن و طرفدار آقای بایدن هستن به ایشون رأی خواهند داد بلا شک. اما مسئله این هست که تعیین کننده سرنوشت انتخابات این افراد میانه روی هستند که در حال حاضر اعلام کردن عده زیادیشون، تقریباً حدود 30% در نظرخواهی‌های آخری که انجام شده بود، که اگر آقای ترامپ در دادگاه محکوم شناخته بشه آیا شما هنوز از ایشون حمایت خواهید کرد؟ چیزی حدود 20% از اونها گفتن نه، ما حمایت نخواهیم کرد. این رو ما اگر بیایم در ایالت‌های کلیدی که سرنوشت ساز هستن، مثل آریزونا، مثل مینسوتا، مثل ویسکانسین، مثل میشیگان، که در رأی‌گیری‌های آخر چیزی حدود 10,000 رأی فقط برنده و بازنده را از هم متمایز کرده بود، بسیار دردسرساز خواهد شد برای هیئت انتخاباتی آقای ترامپ. ولی من فکر می‌کنم اگر هیئت انتخاباتی آقای ترامپ بتونه بیاد مسئله را از اینی که این یک مخالفت سیاسی هست یا یک حزب مخالف میخواد من رو نابود بکنه، به عوض اون اگر آقای ترامپ بیاد و فقط اعلام بکنه که من گناهکار نیستم و این یک خلاف عرف ریاست جمهوری هست، بهتر میتونه مردم رو به سمت خودش بکشونه تا بیاد بگه که این تقصیر دولت بایدن هست. بسیار ممنونم از توضیحاتتون جناب سمیعی.